سلام و شبتان بخیر. به خبر 8 خوش آمدید. امروز دوشنبه 27 ماه جدی سال 1400 خورشیدی است. سرخط خبرها. واکنش وزارت خارجه به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان. افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. تصمیمات تازه پیمان امنیت جمعی در سرحدات افغانستان. مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر از وظایف مهم سازمان پیمان امنیت جمعی است. نگرانی سازمان ملل از فروپاشی نظام اقتصادی. ادعای حمله سایبری روسیه به اوکراین از سوی کیف. و افزایش در جمع‌آوری عواید در مشروع خبرها. سرپرست وزارت خارجه میگوید که افغانستان کادرها و شخصیت‌های بسیار خوب و تحصیل کرده دارد و حکومت افغانستان تا اکنون هیچ نوع خلایی احساس نکرده که آن را با کادرهای سایر کشورها پر بکند. آقای متقی در واکنش به اظهارات اخیر صدر اعظم پاکستان می‌افزاید که افغانستان مشکلات اقتصادی دارد و جهانیان باید در این مورد با مردم افغانستان کمک بکنند. برخی سیاستگران از پیشنهاد صدر اعظم پاکستان انتقاد کردند و از امارات اسلامی می‌خواهند تا کادرهای موجود به ویژه نیروهای جوان و تحصیل کرده این کشور را برای پر کردن خلای به میان آمده استفاده کنند. سمیع جایش گزارش می‌دهد. به تازگی دفتر صدر اعظم پاکستان از قول عمران خان نوشته است که آقای خان هدایت داده تا برای دفع بحران بشری در افغانستان به این کشور نیروی بشری واجد شرایط و تعلیم یافته در بخش‌های طب، تکنولوژی معلوماتی و مالی بفرستد. این گفته‌ها سبب واکنش‌های تند شمار از سیاستگران در افغانستان شد. سرپرست وزارت خارجه می‌گوید که به کادرهای خارجی در افغانستان نیاز نیست. افغانستان تست مالی سیلی لایحه به کادرون لری او ډېر ښه تعلیمات شخصیتونه لري او افغانستان تر اوسه پورې د افغانستان حکومت هیڅ نوه داسې خلا نه ده محسوسه کړې چې هغه خلا په پردیو د نورو هیوادو په قدرونو باندې ډکه کړي. شمار زیاد از افغانها نیز در رسانه های اجتماعی بر پیشنهاد صدراعظم پاکستان انتقاد کرده و شمار دیگر از امارات اسلامی می خواهند تا کادرهای موجود به ویژه نیروی جوان و تحصیل کرده کشور را برای پر کردن خلای به میان آمده استفاده کنند. افغانستان خود دارای متخصصین ورزیده و سوی لسانس ماستر و حتی دکترا دارد. برخی از استادان پنتون میگویند اگر امارت اسلامی در مقابل حرفهای عمران خان واکنش نشان نمیدادند سبب میشد تا فاصله میان مردم و امارت اسلامی به وجود آید. باید هم چنین نشود اگر دولت افغانستان کمی خود آرام میگرفت و خاموشی اختیار میکرد، در حقیقت نو فاصله را بین مردم و دولت فوق العاده زیاد میساخت. این حرفهای عمران خان حرفهای تنش‌آمیز است، میخواد که مردم در برابر امارت بی‌اعتماد بسازد. دیگه ای که امارت اسلامی و مردم افغانستان همش میفهمم، ما و شما امروز بهترین کادرهای داریم که در سطح منطقه وجود نداره. به دنبال اظهارات عمران خان صدر اعظم پاکستان درباره فرستادن نیروهای بشری به افغانستان، برخی از سیاستگران و مقامهای پیشین افغان به این گفته ها واکنش نشان داده و آن را دخالت آشکار در امور داخلی افغانستان عنوان کردند. سرمنشی سازمان پیمان امنیت جمعی میگوید که در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر پس از رویدادهای اخیر در افغانستان در سرحدات این کشور جدیتر عمل میکنند. و گفته این مقام سازمان پیمان امنیت جمعی اقدامات مبارزه با قاچاق مواد مخدر در سه مرحله برنامه ریزی شده و مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر از وظایف مهم این سازمان است. امارات اسلامی اما میگوید که گام های موثری برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر در افغانستان را برداشته است و امارات اسلامی در این راستا مسئولیت خود را کاملا ادا کرده. عبیدالله بری گزارش می‌دهد. سازمان پیمان امنیت جمعی اعلام کرده است عملیات سه مرحله‌ای برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم در سال 2022 در سرحدات با افغانستان اجرا می‌شود. سرمنشی این پیمان می‌گوید
در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر پس از رویدادهای اخیر در افغانستان جدیتر عمل می کنند و برای عملی شدن تصمیم های اتخاذ شده از سوی سران این سازمان در نشست آینده تاکید می کند. مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر از وظایف مهم سازمان پیمان امنیت جمعی است. در امر مبارزه با قاچاق مواد مخدر پس از رویدادهای اخیر در افغانستان جدیتر عمل می کنیم. این برنامه ها با در نظر داشت وضعیت منطقه مسئولیت این سازمان است که بر اساس تصمیمات اتخاذ شده در اجلاس سران سازمان پیمان امنیت جمعی در دوشنبه پایتخت تاجیکستان عملی شود. مقام های امارت اسلامی اما میگویند گام های مؤثر برای جلوگیری از تجارت مواد مخدر در افغانستان برداشته شده است. تجارت مواد مخدر مطلق بند است. ما در ایراست هم گام های مؤثر برداشتیم، هم پلان خوب داریم که هر نوع تجارت مواد مخدر از افغانستان باید مسدود شود و چقدر که توان حکومت است ان شاء الله در این مورد مسئولیت خود را ایفا میکنه. نبود راه بدیل برای دیاقین و افزایش احتمالی کشت کوکنار در افغانستان از موارد است که به گفته آگاهان کشورهای منطقه را بیشتر نگران قاچاق مواد مخدر از افغانستان به بیرون ساخته است. وضعیت منطقه را متشنج می سازه، انتقال مواد مخدر مرزهای ما را امنیتش از ثباتش از بین می بره و یک تشنج کلی را بار می ره. اجرای عملیات سه مرحله‌ای برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و مبارزه با تروریسم در سال 2022 در سرحدات افغانستان دومین تصمیم است که از سوی سازمان پیمان امنیت جمعی اتخاذ می شود. سازمان ملل متحد بار دیگر از فروپاشی اقتصادی در افغانستان هشدار می‌دهد. سرمنشی این سازمان می‌گوید که اگر جامعه جهانی گام‌های جدی در این مورد برندارد، شهروندان افغانستان با فقر شدید روبرو می‌شود. در این حال، شهروندان کشور که با فقر و تنگدستی در روزهای بارانی برای پیدا کردن لقمه نانی به جاده‌ها برآمدند، از جامعه جهانی می‌خواهند که برای پیشگیری از رخدادهای فاجعه انسانی در افغانستان دست به کار شود. هشدار تازه سازمان ملل متحد از فروپاشی اقتصادی در افغانستان. سرمنشی سازمان ملل متحد بار دیگر از جامعه جهانی خواست که برای جلوگیری از بحران بشری و فروپاشی نظام اقتصاد افغانستان باید کمک‌هایشان به مردم این کشور را بیشتر کنند. ما باید از همین اکنون برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی و اجتماعی و یافتن راه‌های برای جلوگیری از رنج بیشتر میلیون‌ها افغان اقدام کنیم. خلق اقتصاد سر ضعیف دی، خلق یوار پیدا روژی دنو لری چه وادانا روژی را نیست، روژی دی چولار سی یوادانا روژی یاد بیدانا روژی را بری اقای دایال نبسیر. این خانواده که باشنده اصلی ولایت پروانن فقر و گرسنگی باعث شده است حتی زیر برف باران و در این سرمای شدید برای پیدا کردن لقمندان به جاده ها بیرون آین. آمده ایچ کسی بر ما کمک نکده، وکیلا کچه میانام میگره دیگه میگره گم میشه. اید نام ما برمده نه مواد دیدم، نه هیچ چیزی کمک ما ندیدیم، هیچ چیزی داریم. ما مجبور شدیم که آمدیم، به خدا که زغال زیر صندلی نداریم، نان خوردن نداریم، از بار مجبوریش آمدیم اینجا. هرچند بارش برف باران از خشکسالی میکاهد، اما برای خانواده های نادار روزگار را بیشتر سخت میسازد. هر گوشی از پایتخت حکایت های تلخ از زندگی مردمان فقیر دارد. کودک رویاهای زندگی خوب را فراموش کرده، یا این کودکانی که با کار سنگین تر از وزن خودشان روی آوردن. حکایت مردم کاریگر که کار ندارد. کسی را دیدیم که اولاد خود گفته امروز نان نخو که امروز نان کم است، گشنه میمونی، برای فردای نان جور کو. نم پیش نان بوی میشیم، چند تنان مردم میخورن، باز میبریم خانه شو میخورن خلاص. ولایت های کشور نیز گواه فقر سنگین است و مردمش از یک ولایت به ولایت دیگر برای پیدا کردن کار و چرخاندن روزگار مهاجر می شوند. مهاجرت ها از بحر روزگار که به این زودی پایان در آن دیده نمی شود. مقامات بانک مرکزی برای ثبات پول افغانستان در بازارهای ارز فعالیت دستفروشان پول را به صورت جدی ممنوع کرده است. اما اتحادیه صرافان افغانستان میگوید که ممانعت در فعالیت‌های پولی نمیتواند به ثبات ارز افغانی کمک بکند. شما را صرافان در سرای شهزاده میگویند که با بسته شدن این فعالیت‌ها بیشتر از صدها نفر صراف دستفروش زیان می‌خواهند دید. فرهناز فریبرز گزارش می‌دهد.
کمیسیون اقتصادی شورای وزیران امارت اسلامی فعالیت پولی یا فروش آزاد ارز در بازارهای پولی افغانستان را ممنوع اعلام کرده است. مسئولان بانک مرکزی همین گام را در برقراری ثبات پول افغانستان مهم دانسته میگویند. با افراد متخلف از این فرمان امارت اسلامی برخورد قانونی صورت میگیرد. بر اساس فیصله کمیسیون اقتصادی شورای وزیران حکومت امارت اسلامی، فعالیت بولی در مارکت های اسعار به صورت جدی ممنوع است. همزمان با بلند رفتن بهای دلار آمریکایی در برابر ارز افغانی، این اقدام امارت اسلامی مؤثر دانسته نمی شود. زیرا اتحادیه صرافان افغانستان می گوید ممانعت سیستم بولی نمی تواند در حفظ ثبات پول افغانی در شرایط فعلی کمک کند. اوست که پسی تعقیب نکدوی دامانه چه دشوار وزران فیصله چاوه نمانل ترپسو لانجسول که تعقیبی سم مثبت نتیجه نسور کولی. په هر صورت په بولی کې مشکلات ډیر و. کار د بولی باید هم موږ مخالف وو چې بولی اوسې د بین ولاړ سي بولی باید نه وي، خو د فیصلې سره موږ هماهنګ یو د دوی سره همکاري ورسره کوو چې په سره کم باندې بولی ورکه سي. شماره از صرافان در سرای شاهزاده میگویند با متوقف شدن فعالیت بولی از سوی بانک مرکزی صدها صراف دستفروش در سرای شاهزاده و دیگر مارکت ها در تبادله پول زیان میبینند. ده خط تصمیم نده زکه دید پر خط تصمیم ندی که دیر غریبان خلق رازی او دیر خلق مصروف دی که ده چیر تبندشی او پا دغه وجه باندی افغانی خکیدل ما پا خیال باندی ندی سی. ما خواهش میکنم از امارات اسلامی که بولی را پس واز کنه که اینجا مردم بیچاره و مسکین است، همه قپیدا میکنه که شب اینجا کار میکنه امور برای اولاد خود رزق حلال میبره. با سقوط حکومت پیشین و آمدن امارات اسلامی به افغانستان، ایالات متحده آمریکا بیشتر از 9 میلیارد دلار آمریکایی ذخایر بانک مرکزی را مسدود کرده و این اقدام تبدیل به یک بحران اقتصادی و کاهش بی پیشینه ارز افغانی در برابر پولهای خارجی به ویژه دلار شد. ادامه خبرها پس از یک میان برنامه کوتاه. با ادامه خبرها خوش آمدید. در قلات مرکز زابل بنای یک مکتب دخترانه با هزینه ساخت 330 هزار دلار آمریکایی گذاشته شد که بودجه این مکتب توسط کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل یا UNHCR تامین می شود. مقامات محلی در زابل از جامعه جهانی می خواهند که در دیگر مکاتب این ولایت در ساخت و ساز ساختمان های مشابه همکاری بکنند. قلات مرکز ولایت زابل امروز با گذاشتن سنگ تهداب یک لیسه دخترانه شاهد تحول دیگری بود. هزینه کل ساخت این مکتب که 330 هزار دلار آمریکایی تخمین زده شده است، از سوی کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل متحد در نظر گرفته شده است و این ساختمان با چنین هزینه مدرن ساخته می شود. مسئولان در ولایت زابل از کمک این اداره قدردانی می کنند، اما می گویند که اکثر مکاتب این ولایت به ساختمان نیاز دارد و امیدوارند که به این بخش توجه بیشتر شود. هیله مو د سپاینده کې لا توجه راتو کې دا سیمه ضرورتونه لرو، تعمیراتو ته د شونځو تعمیرات نه لرو، د ته ضرورتونه لرو، نو لا هیله لرو سیدی موږ ته توجه وکي او ان شاء الله موږ په پرا معنا سره همکاري کوو که خدای کول زمينه به ورته برابر وو، مشکلات او خندونه به لمخې وړو. باشندگان زابل و بزرگان قومی خوشحالند که آرزوهای دیرینه مردمشان برآورده شده و برای دختران شهرشان مکتب ساخته می شود. دا از موږ د سپینجرو د کلیوالو د زحمتونو او د کلونو کلونو غوښتنې وې چې د پوهنې ریاست ته موږ د ولایت مقام ته او موسساتو مو درلودې. خوشبختانه موږ هغه ارمان او هدف ته نن ورسېدو. د یونیسیار له طریقه څخه د هاند او هڅو په نتیجه کې نن موږ ته یو 12 صنفي مجهز تعمیر د مکتب راته جوړیږي. گفتنی است که علی‌رغم این که در دولت قبل به پروژه های ساخت و ساز ولایت زابل توجه چندان نشده بود، اما زابل از جمله ولایت هایی است که از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی درهای مکاتب خود را برای دختران و پسران باز کرده و به طور که هیچ مانعی در روند سواد آموزی آنها وجود نداشت. یک نهاد در ولایت کندوز به خاطر رسیدگی به مشکلات صحی بزرگسالان به فعالیت‌های تازه خودشان آغاز کرد. مسئولان نهاد میگویند که دو هفته می‌شود که به فعالیت شروع کردند و این مدت 200 تن افراد کهنسال را تحت تداوی و کمک کرده است.
نهادی امن و هوا برای که همسالان نیازمند در ولایت کندز ایجاد و فعالیت آغاز نموده است. این نهاد از توی یک تیمی از جوانان با شعار علم و عمل به دلیل مشکلات اقتصادی برای که همسالان نیازمند فعال شده و در دو هفته گذشته بیشتر از 200 تن سالمندان نیازمند را به صورت رایگان تحت تداوی قرار داده است. دیر مریضان دلتا راغلی دی چه پدی که کثیر پدی رو تعداد بند سپنگیری دی زوانان دی ماشومان دی زنانا و خزی طول شامل دی نو دلتا دا خیره نهادون لخوا او خصوصا دا دوا فروشان و دا اتحادی او دا داغی دا مسئولین لخوا یو تا دواگانی کمک شویدی چه داغی طول دواگانی پا وریا توگه یعنی پا رایگان توگه سکیگه. مسئولان نهاد امن و هوا هدف از ایجاد این نهاد را نگهداری و مراقبت از بزرگسالان نیازمند میگویند و تاکید میکنند که در حال حاضر این نهاد کمک رسانی صحی را برای کهنسالان نیازمند شروع کرده و در آینده نگهداری مسئول کهنسالان به خانه را در نظر دارند. ما بسیار خوش هستیم از این کمپین از دکتر زیبا بسیار خوش هستیم. این ولایت قندوز یک ذره اقتصادا ضعیف است. از برادران تجار هم خواهشمند هستیم که کمک با دکترها بکنه که نیازمندان اینا دوای درمان برسند. شماری از که همسالان این اقدام جوانان کندزی را میستند و خواهان توجه حکومت به مشکلات شانند. بیمیمی یک کمک است که برای مندمان روزمند میشم. ما خوش هستیم هم از دکتر سایبا هم از پرسنل سی از کنگیش. سالمندان این ابتکار جوانان را امیدوار کننده میدانند و میگویند این نخستین اقدام برای بزرگسالان در سطح کشور است. مسکران در شهر مزار شریف از کاهش صنعت مسکری در این شهر شاکی اند و میگویند که استفاده از کالاهای کم کیفیت خارجی سبب رکود این صنعت سابقه دار مزار شده است. همچنان این صنعتگران میافزند که از 50 دکان مسکری در شهر مزار شریف تنها 4 دکان در حال حاضر فعالیت دارند. عبدالغفور یکی از مسگران در شهر مزار شریف است. میگوید پیشی مسگری از پدرش به وی میراث مانده است و از جوانی در این صنعت مشغول کار بوده است. عبدالغفور میگوید استفاده از کالاهای کم کیفیت خارجی و نیز نبود حمایت حکومت از این صنعت سبب شده است تا مسگری در بلخ با رکود مواجه شود. مردم به زرک همین چیزهای خارجی که میبه ضعیف است. مردم همین چیزهای خارجی رو میخره یک بار مثلا ترزان است. مثل که از مثل از زرک قیمت است. از خارج ولی کوری ما را خارج میبره او سمیسی تخته به بشاق قیمت. این مزگران از قاچاق مز به بیرون از کشور نیز انتقاد کرده میگویند بیشتر مز افغانستان به نام آهنپاره به بیرون از کشور قاچاق می شود و هیچ اقدامی برای جلوگیری از قاچاق آن تا اکنون صورت نگرفته است. صنایع دستی خوب اونو رونق داشت دو وقت کلی مردم از این صنایع دستی استفاده میکردن از افتاولگان کلی ظروف مردم میش بود. آیسته آیسته که دیگر خریش میش هم زیافتر شد. قاچاق برای میس از پاکستان آمدن خریدن بردن بدونی که گمرک شود بدونی که مثلا چی شود. او زمان پیش اونو میس انتقال دادن میدان میدان میس نو فعلا قیمت شده یک سری میس در 4000 شده. میس است یک چیز قیمتی است. مردم هم توان خریدنش یقه نداره. اول ظرفا یک بار مصرفی آلومینی و پلاستیکی و نیکلی آمد ارزان به یمور مردم میخره دلیل سقوطش هم نمیه. مسکران در شهر مزار شریف میگویند اگر حکومت امارات اسلامی جلوه قاچاق مس و نیز استفاده از کالاهای کم کیفیت را بگیرد میتواند در رشد این صنعت اثرگذار واقع شود. خبرهای جهان تا لحظات دیگر. چند خبر کوتاه از جهان. کیف روز یکشنبه مسکو را به دست داشتن در حمله سایبری به وبسایت های حکومت اوکراین متهم کرد. به گفته کیف روسیه جنگ چندگانه را علیه همسایه‌اش برانداخته است. حکومت اوکراین روز جمعه گذشته هدف حمله سایبری قرار گرفت. این حمله باعث شد که بسیاری از وبسایت های حکومت به شمول صفحات اینترنتی وزارت های خارجه، انرژی و حفاظت ملکی آفلاین شوند. وزارت انکشاف دیجیتال اوکراین در بیانیه دیروز یکشنبه گفت شواهد نشان می‌دهد که روسیه در عقب این حمله بوده است. اردوی کره جنوبی اعلام کرده که کره شمالی دو راکت را از یک پایگاه هوایی در پیونگ یانگ امروز دوشنبه پرتاب کرد. این چهارمین آزمایش راکتی کره شمالی در ماه روان میلادی است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از لویدرستیس کره جنوبی گزارش داده که دو راکت که کره شمالی پرتاب کرده است احتمالاً راکت های بالستیک بوده اما نگفته که برد آن چقدر بوده است.
وزیر خارجه عراق میگوید که کشورش 4000 شهروند خود را که در هفته‌های اخیر در میان مرزهای بلاروس با پولند، لیتوانیا و لاتویا گیر مانده بودند، دوباره به عراق برگردانده است. فواد حسین روز گذشته در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه لیتوانیا در شهر بغداد پایتخت عراق گفت که از 18 نوامبر 2021 تا به حال حکومت عراق 10 پرواز را از بغداد به بلاروس برای بازگرداندن پناهجویان عراقی تنظیم کرد. پیش از این وزارت خارجه عراق به خبرگزاری فرانسه گفته بود که هنوزم شمار از پناهجویان عراقی در مرزهای بلاروس گیر ماندند که بنابر برفباری‌های شدید و سردی هوا روند برگشت آنها به عراق با تأخیر مواجه شده است. ادامه خبرها تا لحظات دیگر. با ادامه خبرها خوش آمدید. مستوفیت هرات تا 3 ماه گذشته بیش از 400 میلیون افغانی عواید جمع آوری کرده است. همزمان با شروع هفته مالیاتی، مسئولان این اداره میگویند که روند پرداخت مالیات بر عایدات در این ولایت بهتر شده. مستوفیت هرات میگوید که خیلی از شرکت های تجارتی سال هاست که مالیات نپرداخته و نسبت به این باره بی توجه بودند. اما شمار از تاجران به این باورند که سیستم جمع آوری مالیات به وضعیت کنونی مطابقت ندارد. بنابراین نیاز است تا زمینی بازنگری وجود داشته باشد. از بهر بهبود روند جمع‌آوری مالیات بر عایدات، حکومت هفته مالیاتی را آغاز کرده است. مستوفیت هرات طی 3 ماه اخیر 442 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. اما هنوز هم خیلی از شرکت‌های تجارتی هستند که سال‌ها می‌شود مالیات نپرداختند. بعضی دسته از شرکت‌ها رئیسان و چاغه په دغه وخت کې خارج تللی دي. بعضی در شرکتونه جه چه در رئیسان و در تاگه سر اغا شرکتونه خپل فعالیتونه و کارونی هم در اولی جه نو سه شرکتونه ستا چه اغا پا در غتیر و وقتو که یعنی ورست در جه چه امارت اسلامی تحکیم سوی دی خپل مالیاتی نجه ورکرده. روند جمع‌آوری مالیات هنوز هم بر اساس قوانین و طرز العمل‌های حکومت گذشته صورت می‌گیرد. شماری از تاجران میگویند سیستم کنونی جمع‌آوری مالیات برگرفته از کشورهای غربی است و این سیستم با وضعیت کنونی کشور مطابقت ندارد. تطبیق پالیسی های بسیار سنگین و مطابق به برنامه های غربی و اروپایی از توان مردم افغانستان خارج است. همه ساله آمار درشت از عواید هرات به مرکز فرستاده می شود. اما تحولات امسال بالای چگونگی جمع‌آوری عواید سایه افکند است. با این همه شماری از تاجران به این باورند که حکومت در برابر مالیاتی که جمع‌آوری می‌کند سهولت‌های لازم را به تاجران فراهم نساخته است. اینا مسئول در هر وقت و زمان عاجل پرداخت می‌کنند ولی امکانات کمتری در گمرکات وجود دارد. اگر باران است انگرای درست موجود نیست، اگر هوای گرم است باید به جای درست و منظم سایه‌وانای داشته باشه. یک سلسله بروکراسی ها و پیچیدگی در کارها کم شده، اما هنوز هم تاجران و سکتور خصوصی توقع دارن که در بحث مالیات سهولت های بیشتری ایجاد بشه. سالانه صدها میلیون افغانی از روزنه های مختلف عایداتی در هرات جمع‌آوری میشن. اداره های شاروالی، گمرک و ترانسپورت معمولاً قسمت کلانی نواید را دارند. اداره مستوفیت ولایت پکتیا میگوید که عواید آن نسبت به سال گذشته 90% افزایش یافته است که این امر ناشی از جمع‌آوری به موقع مالیات و روند تسلیم‌دهی شفاف به خزانه دولت است. مسئولان سکتور خصوصی در ولایت پکتیا میگویند که در پرداخت مالیات با دولت همکاری خواهند داشت و تاجران و صنعتگران که با امارت اسلامی کار میکنند با افزایش درآمد کمک خواهند کرد. مقامات اداره مستوفیت پکتیا در یک نشست هفتگی جمع‌آوری مالیات گفتند که آنها 90% بیشتر از هدف تعیین شده توسط وزارت مالیه در سال گذشته جمع‌آوری کردند. مسئولان مستوفیت ولایت پکتیا میگویند که مقامات ولایتی و بسیاری از ادارات دیگر در افزایش مالیات همکاری کردند که به موقع جمع آوری شده و به طور شفاف به خزانه دولت سپرده شده است. چې د تیر کال په پرتله سره په پکتیا ولایت کې د عوایدو په دغه کې تر 80% سنولي بیا تر 100% پورې زیاتوالی راغلی دی او په شفاف ډول باندې د عواید چې دي راټول شوی دي. تاجران در پکتیا میگویند که
متحد به پرداخت مالیات دولتی هستند و همه صنعتکاران فعال در این ولایت برای افزایش عواید با امارات اسلامی همکاری خواهند کرد. موږ له طرفه کومک کېدلې ضرور به کو ان شاء الله او کوشش وکړو چې دغه چې غونډې نورې جوړې شي او د موږ تاجران رونه او چې څومره د موږ مالیاتي نور رونه دي یغي سره په همغږي باندې او دیغي په همکاري باندې او د موږ نه چې څومره کېدلې شي ان شاء الله دې سره به همکاري کوو. مقام های ولایتی پکتیا از افزایش عواید مستوفیت خوشحالند و میگویند که اگر همه ادارات عایداتی به موقع عواید را جمع آوری کنند، امتیازات کارمندان دولت در زمان معین پرداخت خواهد شد. ان شاء الله تجاران و او ده تعمیراتی شرکتون لخوا امارات اسلامی مشتابت دار بار کن. چون مونگ تا سر اوگپ و گروانی، مونگ جمانی و مالی آر کولو تا. ولی پویگم چه داغا دی هیواد پا بسیعینا دی هیواد پا پرمختیا و پرختیا کی لگیگی دو داری باری پر افتخار دی دا هر صبح تجار و صنعتکار او کسبکار باید داغا افتخار ولری دی خپل گاٹه یا دی خپل کاروبار اگا بیانه برخه باید دوی دی دولت خزانه تو تاویل با گفته یه مقامات مستوفیت در ولایت پکتیا آنها همچنین سیستم را در اداره فعال کردند که عواید را به طور شفاف جمع آوری کرده و به خزانه دولت تحویل می دهد. نرخ اسعار یک دلار 105 افغانی و 5 پوند، یک یورو 115 افغانی و 6 پوند، یک درهم امارات 28 افغانی و 2 پوند. هزار تومان ایرانی 4 افغانی و 1 پول، هزار روپی پاکستانی 568 افغانی و هزار روپی هندی 1210 افغانی. چند خبر کوتاه ورزشی. چهلمین دور از رقابت‌های ورزش پنجگانه در کابل برگزار شد. این مسابقات با حضور 250 ورزشکار از ولایات کابل، وردک، لوگر، هرات، بامیان، بلخ، فاریاب، پکتیا، پنشیر و کاپیسا راه اندازی شده بود که شرکت کنندگان در کاتگوری های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در دو رشته اتلتیک و نشانه‌زنی با هم برای یک روز پیکار نمودند. گفتنی است که فدراسیون پنجگانه شامل رشته های نشانه‌زنی، آب‌بازی، اتلتیک، شمشیربازی و اسب سواری است که در افغانستان تاکنون تنها یا بخش سگانه و یا هم دوگانه آن برگزار شده است. نشست عمومی سالانه رهبری بورد کرکت افغانستان برگزار شد که تایان اعضای بورد به گزارش میرویس اشرف و حیث رئیس عمومی نداره رأی مثبت دادند. همچنان در این نشست فعالیت سال 2021 بورد کرکت مورد بررسی قرار گرفت که پس از تایید موفقیت آن بودجه سال 2022 بورد کرکت کشور نیز به تصویب رسید. شرکت کنندگان این نشست همچنان موضوعات بازنگری در ساختار اداری، اجرای برنامه راهبردی بورد کرکت و غنی‌سازی برنامه عملیاتی، کمبود بودجه، کمبود افراد مسلکی، نواقص در پالیسی ها و مشکلات مالی و لوجستیکی را بررسی نموده و آن را چالش جدی فراراهی نداره خواندند که باید آن را در سال 2022 رفع نمایند. دیدار نهایی رقابت‌های سوپرکاپ اسپانیا شب قبل میان تیم‌های رئال مادرید و اتلتیک بلباو به میزبانی ورزشگاه کینگ فهد در شهر ریاض عربستان برگزار شد که رئال آن را 2-0 برنده شد و برای 12th بار قهرمانی جام گردید. لوکا مودریچ در دقیقه 38 و کریم بنزما در دقیقه 52 از روی نقطه پنالتی زنندگان گل‌های رئال بودند. زمین که ادر میلیتائو با خطای هند و پس از تشخیص وی آر از بازی اخراج شد و ضربه پنالتی گرفته شده برای بلباو را کورتوا به زیبایی دفع نمود تا رئال بازی را در نهایت 2-0 برنده شد و به عنوان قهرمانی دست یابد. نوواک جوکوویچ مرد شماره یک تنیس جهان سرانجام پس از بررسی درخواست تجدید نظر از سوی دادگاه فدرال استرالیا محکوم به اخراج شد و امروز این کشور را به مقصد دبی و سپس کشورش ترک نمود. گفته می شود که دادگاه فدرال استرالیا به دلیل دروغگویی و فریب اداره مهاجرت پس از نزدن واکسن کرونا تصمیم گرفت به این تنیسور ویزا ندهد و وی مسابقات اوپن استرالیا را از دست داد. این در حالی است که جوکوویچ به خاطر قانون شکنی 3 از حضور در خاک استرالیا نیز محروم شده و به این ترتیب سالهای 2023 و 2024 بازیهای گرند اسلم اول فصل را از دست خواهد داد. وضعیت آب هوا
بیشترین خبرها از افغانستان، منطقه و جهان را از وبسایت آریانا نیوز .اف می‌شنوید.